سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که از سال 2020 تا کنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان مهاجرت کردند. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که 85% از این مهاجران به کشورهای همسایه عمدتاً ایران و تقریباً 1 میلیون نفر به اروپا مهاجرت کردند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که حدود 70% از مهاجران به ایران نبود فرصت‌های شغلی را عامل اصلی مهاجرت خود می‌دانند. شایان ذکر است که در سال 2023 سازمان جهانی مهاجرت نزدیک به 1 میلیون بازداشت کننده را ثبت کرده است که 70% آنان فاقد اسناد و 60%شان به اجبار بازگردانده شده بودند. این گزارش همچنین به خطرات نقض حقوق بشر در مسیر مهاجرت برای شهروندان افغانستان که به اسناد سفر دسترسی ندارند اشاره کرده است. این افراد با مشکلاتی همچون رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز مواجه می شوند. سازمان بین المللی مهاجرت با استناد به گزارش بانک جهانی افزوده است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این کشور با چالش‌های شدید اقتصادی و افزایش سطح فقر روبرو شده است. برای صحبت بیشتر در خصوص خبر مهاجرت شهروندان کشور افغانستان، آقای جمعه خان محمدی، جامعه شناس و نویسنده از شهر اوپاسلای سوئد همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای خان محمدی، مهمترین عوامل و دلایل مهاجرت بیش از 8 میلیون تن طی 4 سال اخیر از کشور افغانستان چه بوده است؟ ساختار ضعیف که در جامعه افغانستان وجود داشته نتوانسته یک تعادل نسبی بین طبقات مختلف و گروه های اجتماعی ایجاد کنه و نبود این ساختار قدرتمند اجتماعی موجب این جنگ ها و نابسامانی ها در سالهای گذشته بوده. عامل نهایی که نقش برجسته داشته عامل فرهنگی است. خیلی ها نمیتونه خودشون را از لحاظ ارزشی با این نیروهایی که بعد از سال 2021 در افغانستان به حاکمیت رسید نمیتونه تطبیق بده، یعنی ارزش های اخلاقی شد اجازه نمیده با اینا همسنخی داشته باشد. به همین خاطر این مجموع عوامل باعث شد که به صورت گسترده افغان ها هم در دو سه سال گذشته و هم در چند دهه گذشته از افغانستان خارج شود. بله. این اجمالی. بله. جناب خان محمدی، در کوتاه مدت و بلند مدت این موج مهاجرت ها چه پیامدهایی برای سطح داخلی و خارجی کشور خواهد داشت؟ در مجموع تاریخ بشر همواره با پدیده مهاجرت همسنخی داره، یعنی بزرگترین تمدن ها و کشورهایی که در دنیا وجود داره همواره از نیروهای مهاجر ساخته شده است. ببینید اولین آدم ها یا در بین النهرین بوده یا در آفریقا بوده، اما میبینیم که نسلهای بعدش یا در اروپا یا در کشورهای دیگه هستش. پس پدیده مهاجرت یک پدیده طبیعی است. دو، پدیده مهاجرت منفی نیست، مثبته. خیلی وقتا هستش که شرایط ها و فرصت های جدید در مهاجرت وجود دارد که در زندگی ساکن نیست، اما میتوان دو نوع پیامد را برای پدیده مهاجرت به حساب آورد. پیامدهای مثبت هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت، پیامدهای منفی. پیامدهای مثبت عبارت است از تحرک اجتماعی. مهاجری که از در یک فقر یا در یک نظام طبقاتی یا نظام به شدت استکباری یا استبدادی زندگی میکنه، وقتی که در دنیای آزاد میره فرصت رشد و ارتقای شغلی، ارتقای موقعیت‌های اجتماعی، علمی، اقتصادی پیدا میکنه که در جامعه مبدأ وجود نداشت. بله، ممنونم از شما. تحرک اجتماعی و ثانیاً پیامدهای منفی هم هست. در دنیای مهاجرت با تضادهای فرهنگی روبرو است، گاهی وقتا با تبعیض روبرو میشه، گاهی وقتا که باعث میشه که نسبت به اگر در کشور خود میبود به مراتب وضعیتش بهتر میبود. بله، بسیار متشکرم از شما. جمعه خان محمدی، جامعه شناس و نویسنده از شهر اوپاسلای سوئد.